مال حکومت باشه. مهمان بسیار عزیز من آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستند که محبت میکنن از ایالت دیگری با ما از طریق اسکایپ تماس میگیرن و همیشه محبت داشتن به این برنامه و شخص من و همیشه از حضورشون استفاده کردم. ایشان نویسنده کتاب‌های متعددی هستند که من دارم یواش یواش کتاب‌هاشون رو می‌خونم و یکی از کتاب‌ها رو راجع به تاریخ ایران بود و قتل‌هایی که در تاریخ ایران میشه. وقتی که کتاب رو شروع کردم بهشون زنگ زدم گفتم وحشت می‌کنم از اینکه در طول تاریخ این همه جنایتکار به عنوان کسانی که عامل بودن، کسانی که در رأس کار بودن هست. به هر حال خیر مقدم میگم به آقای دکتر مسعود نقره‌کار و خدمتشون سلام میکنم. من هم سلام و درود دارم برای شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. خوشحالم با شما هستم. منم همینطور. آقای دکتر عزیز، این 13 آذر که روز مبارزه با سانسور هست، همیشه وقتی که ما مواجه با روزهای ویژه‌ای میشیم که هست، همیشه در کشورهای دیگه اون روز رو لقب دادن، مخصوصا یک روزی مثل روز سانسور. حتما هیچ حکومتی مثل حکومت اسلامی نمیاد یک روزی رو قرار بده که روز سانسور باشه و خودش بخواد اقرار بکنه که در چنین روزهایی سانسور کرده. چطور شده که این روز به این نام آمده در طول تاریخ؟ ببینید، 13 آذر ماه رو به عنوان روز مبارزه با سانسور از طرف کانون نویسندگان ایران در ایران نامگذاری شد و مطرح شد. علتش هم این بود که در چنین روزی حکومت اسلامی دو تن از بهترین نویسندگان، پژوهشگران و فعالین کانون نویسندگان ایران رو به قتل رسوند در آذر ماه سال 1377 که به عنوان پاییز خونین معروف شده. میدونید در همین پاییز خونین فروهرها رو به قتل رسوندن و نویسندگان دیگری رو که حالا فرصت شد من اشاره خواهم کرد. اما 13 آذر روزی بود که جسد محمد مختاری، نویسنده، پژوهشگر، شاعر که با کارهاش آشنا هستی، در بیابانهای اطراف تهران در پای دیواری در پل سیمان منطقه شهر ری جسدش تو اون روز پیدا شد. روز قبلش محمد مختاری برای خرید از خانه خارج شده بود که توسط مامورین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ربوده میشه و جسدش 13 آذر ماه پیدا میشه. و خب تو همین فاصله هم میدونید که یکی دیگر از نویسندگان، مترجمان و اعضای کانون محمد جعفر پوینده را هم مامورین وزارت اطلاعات می رو بایند و بعد از خفه کردن ایشون با یک سیم مسی جسد ایشون را در بیابانهای اطراف تهران در منطقه بادامک می اندازند. بنابراین به خاطر این قتلها و به خاطر اینکه این هر دو از قربانیانی بودند که گناهی از نگاه جمهوری اسلامی غیر از مبارزه با سانسور و غیر از دفاع از آزادی اندیشه، بیان و قلم نداشتند، به همین خاطر کانون نویسندگان ایران روز 13 آذر رو روز مبارزه با سانسور اعلام کرد که الان سالهاست چنین روزی هم در داخل ایران هم در خارج مطرح است و در رابطه با این قتل ها و همینطور مسئله سانسور بحث و گفتگو میشه و خواستایی مطرح میشه. آقای دکتر عزیز، این قتل‌های زنجیره‌ای که تا اونجا که میدونم توسط وزارت اطلاعات این برنامه ریزی شده بود و انجام شد، بسیاری از کسانی که عمامه به سر دارن و جزو کسانی هستند که از دین صحبت میکنن عاملان این جنایات بودن و بعد از اینکه شناخته شدن، آیا جمهوری اسلامی حتی مثلا کاری نکرد که نمیدونم واقعا کسی که قاتله، کسی که این کار انجام داده از نظر قانون، از نظر یک حکومت نباید محاکمه‌ای بشه، باید پرسجویی بشه ببینن چیه؟ چطوره اینقدر یعنی بیدر و پیکره؟ بله، پاسخ آریست. ببینید، قتل زنجیره‌ای همونطوری که اطلاع دارید یکی از کشتارهایی است که حکومت اسلامی مرتکب شد. حکومت اسلامی 6 کشتار
از دگراندیشان، روشنفکران و مخالفان خودش مرتکب شده که قتل‌های زنجیره‌ای یکی از اونها هست. در قتل‌های زنجیره‌ای که آغازش برمیگرده به دوران آقای رفسنجانی و وزارت اطلاعات مسئولیتش آقای فلاحیان بوده، همون موقع فلواقع دستوری صادر میشه که بعدها این رو سعید امامی یکی از قاتلان مطرح میکنه. دستوری صادر میشه که میباید 100 نفر در ایران به قتل برسن. دستور در واقع دولتی از طرف رفسنجانی و بدون تردید، چون وزارت اطلاعات همیشه زیر نظر رهبری در ایران فعالیت کرده، دستور از بالاتر از رفسنجانی یعنی از بیت رهبری بود. منتها وزارت اطلاعات مسئول میشه که 100 نفر رو از بین ببره و از این 100 نفر 29 نفر از نویسندگان، شاعران و مترجمان بودن. این در دوره آقای رفسنجانی و در موقعی که آقای فلاحیان وزیر بوده. در دوره که آقای فلاحیان وزیر بوده موفق میشن اینها از اون 29 نویسنده 7 نویسنده رو به قتل برسونن. و همینطور که خود سعید امامی مطرح میکنه و به طور مکتوب هم وجود داره، در دوره‌ای که آقای دوره نجف آبادی وزیر اطلاعات میشن، در دوره آقای خاتمی، این صحبت پیش میاد که بقیه قتل‌ها پس چه شد؟ باید ادامه پیدا بکنه، که در واقع دستور دوباره صادر میشه که از طرف البته همونطور که گفتم از رأس هرم، اما دوره نجف آبادی وزیر اطلاعات آقای خاتمی مستقیما دستور قتل فروهرها رو صادر میکنه و بعد از قتل فروهرها قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رو. و اینها یعنی قاتلین، من اینا رو گفتم تا به اون نکته برسم. برای نمونه آقای دوری نجف وزیر اطلاعات دولت خاتمی که خود قاتلان بعداً در دادگاهی مطرح کردند که به دستور ایشون مرتکب قتل شدند و کشتن قربانیان خودشونو، ایشون بعد از این وقایع نه فقط مؤاخذه و یا تنبیه بلکه ترفیع میگیره و امروز ایشون در حکومت اسلامی منشی در واقع اون هدایت کنندگان و رهبری مجلس خبرگان هستش. نه فقط ایشون، روحانیهای دیگری که در این کشتارها نقش داشتن، چه نقش آمر، در واقع آمر اصلی اینها نبودن ولی به هر حال آمریت داشتن و بقیه قتل‌ها رو انجام میدادن، قاتلان، آقای روح الله حسینیان بود که ایشون هم پست و مقامی گرفتن، آقای اژه‌ای که میدونید در واقع اژه‌ای چهره شناخته شده ایست، امروز در این موقعیت قضایی بسیار بالایی قرار داره، و همینطور خب قبلا هم فلاحیان. اژه‌ای حتما باهاش آشنا هستید که در واقع بیشتر به یک جاهل و لات و یک بیمار روانی میخوره که اون ماجراش حتما میدونید که وقتی نماینده مدیران مطبوعات آقای عیسی سحرخیز به دیدارش رفته بوده عصبانی میشه و با قندان به سر سحرخیز میزنه و شانه سحرخیز گاز میگیره. بنابراین میخواهم بگویم یک همچین مجموعه‌ای به عنوان آمران نه فقط توبیه و تنبیه بلکه ترفیع گرفتن و فکرم میکنن کار درستی کردن. آقای حسینیان، حجت الاسلام روح الله حسینیان که مقام‌های بسیار مهمی داشته، بعد از اینکه مختاری و پوینده رو میکشن در رادیو تلویزیون در برنامه هویت یا برنامه چراغ ظاهر میشه و دفاع میکنه از این قتلا و میگوید کسانی که به قتل رسیدن، یعنی دو نویسنده، پژوهشگر و مترجم که هیچ گناهی جز در واقع یک مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان و قلم و همینطور آثار متعددی خلق کرده بودن، میگوید اینها باید به قتل میرسیدن چون اینها ناسبی بودن و مرتد. ناسبی هم به این معنا که اینها به امامان ما توهین کردن. در هر حال نه قاتلان، به خاطر اینکه خب برخی از قاتلان که اصلا اونهایی که عمل رو انجام داده بودن بعدها در یه دادگاه حاضر شدن و بعدم آزاد شدن و الان برای خودشون آزادانه میگردن، اینها همه گفتن دستورات قتل رو از کجا گرفتن و آمران جنایت
ترفیع گرفتن و در مقام‌های مهمتری الان در حکومت اسلامی کار میکنن. آقای دکتر عزیز، اخیراً هم وقتی که الان شاید حکومت جمهوری اسلامی، من خیال میکنم که در سراسر دنیا بیشتر به دنبال آبروست، برای همینه که دست به اینجور قطرها نمیزنه، چون در سالهای اولیه نه فقط این قطرهای زنجیری، قطرهای بسیار فجیعی که در خارج از کشور مثل زندیات، بختیار و بسیاری دیگه، فروغ آقای فرخزاد و دیگران، فریدون فرخزاد ببخشید و دیگر، انجام شد، یک نوع قتل‌های زنجیره‌ای ویژه‌ای بود که در خارج از کشور انجام شد و در همون موقع هم فکر میکنم زمان آقای رفسنجانی بود که این کار را انجام شد، یعنی زمان ایشون بود که دستور قتل دادن و در همون فرانسه‌ای که الان عزاداره به خاطر اینکه این داعش آمده و قتل‌هایی رو در اونجا انجام داده، وقتی که اولین بار به بختیار حمله کردن، کسی که آمده بود بختیار رو بکشه، دولت فرانسه به دولت ایران تحویل داد اون شخص رو و اونجا ترفیع گرفت و بعدها که آمدن و اون قتل فجیع بختیار رو و دوستش رو انجام دادن، باز هم عاملینش معلومی چه شدن؟ آیا واقعا بین حکومت‌ها و کسانی که این کار رو انجام دادن یک جور هماهنگی وجود داشته؟ کاملا. ببینید، قتل‌هایی که در خارج از کشور اتفاق افتاد با برنامه و در آغاز با فتوای آیت الله خمینی و با آمریت خلخالی انجام شد. در آغاز همان سال اوایل انقلاب، فکر میکنم سال 1981، آقای طباطبایی رو در همین واشنگتن یک فردی به عنوان مأمور پست که مأمور حکومت اسلامی بود به قتل رسوند و بعد هم میدونید که اویسی، برادرش و بسیاران دیگه، یعنی از همون اوایل پیروزی این نظرات و بر اریکه قدرت نشستن، اینها کشتار مخالفان و دیگر اندیشان در خارج کشور رو شروع کردن. خلخالی در کتاب خودش، در خاطراتش به صراحت میگوید که این فتوا بوده و او هم دستور داده بوده که چه کسانی در خارج کشور کشته بشن که شروع شده بود. منتها این قتلا بدون توقف بر هنگام که فرصتشو پیدا میکردن حکومتیان، لانه های اصلی سازماندهی این قتل‌ها سفارتخانه های حکومت اسلامی در خارج کشور بود. این رو بعدها به تدریج متوجه شدن حتی برخی از کشورها. ببخشید، مثل اینکه مشکلی پیش اومد در اسکایپ. بفرمید، خواهش میکنم. موقعی که کشتار میکونوس و کشتار رهبران حزب دموکرات و برخی دیگر از همراهانشون در میکونوس در برلین انجام میشه، میدونید مشخص میشه بعد از یک دادگاه‌های طولانی و با اسناد زیاد که سفارت نقش داشته و در واقع اون امرش و اون آمریت هم از طرف رفسنجانی، فلاحیان و دیگران انجام شده بوده که مدارکش اونجا نشان دادن و مسئله از نظر دادگاه اثبات شده بود. همینطور قتلایی که در اتریش اتفاق افتاد، سایر قتلا، خود قتل آقای فریدون فرخزاد در خارج کشور، همه اینها در واقع مرکز عملیات این کشتارها سفارتخانه‌های حکومت اسلامی بود، درست در همون دوره‌ای که آقای ولایتی وزیر امور خارجه بود و آقای رفسنجانی رئیس جمهور، و بعد هم خب ادامه پیدا کرد تا یه دوره‌هایی که اطلاع دارید و خب ظاهراً به دلایلی که شما هم بهش اشاره کردید به طور موقت متوقف شد. خب و من خیال میکنم که بعد از اینکه این قتل‌ها رو انجام دادن و چون
رسوا شده بودن در دنیا به حکومتی که مخالفینش رو در خارج میکشه، آمدن در داخل ایران دست به کار شدن به خاطر این قتل‌ها و مخالفینشون رو در داخل ایران به قتل رسوندن و این موضوع همینطور ادامه داره. امروز میگن جمهوری اسلامی دومین کشوری است که اعدام درش اجرا میشه، یعنی بعد از چین. البته تعداد جمعیت ایران رو با چین نمیشه مقایسه کرد و به هر حال همینطور ادامه داره و این حکومت برای بقای خودش دست به هر کاری میزنه. درسته آقای نقره کار؟ کاملا. یعنی تجربه این 37 سال رو ما داریم که حکومت اسلامی هرگاه احساس خطر کرده که در واقع کیان اسلام رو نتواند حفظ کنه به قول خودش، یا بحرانهایی رو حس کرده، دست به سرکوب و ارعاب برده و این رو در کشتارهای متعددی که مرتکب شده نشون داده. چه همون سال 57-58 که نگران بود، میترسید از این که در واقع انقلاب از دست بده، اون کشتارها رو کرد. چه سال 60، چه سال 67، چه سال 88 در رابطه با جنبشی که در ایران در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، چه دو کشتاری که در خارج کشور و در داخل از روشنفکران و دیگر اندیشان کرد. حکومت اسلامی ماشین کشتارش متوقف نخواهد شد، برای اینکه به گمان من این تفکر، یعنی تفکر کشتار دیگری، یعنی عدم تحمل دیگری و بعد حذف دیگری، فی الواقع گره خورده با اندیشگی این حکام. یعنی یک چیزی منفک و یا پدیده منفک از اون تفکر و اندیش دارن نیست. بنابراین تا موقعی که این حکومت بر سر کاره، مسئله کشتار دیگر اندیشان، روشن فکران در دستور کارشه و نمیتونه نباشه. ولی بنابرای مقتضیات، چون به هر حال اینا با تجربه شدن و سیاست رو آموختن، زیرکانه در یه دورهای ممکنه این مسئله رو متوقف کنن، ولی هرگز کنار نمیتونن بذارن، برای اینکه همونطوری که عرض کردم پدیده ایست گره خورده با فکر و رفتارشون. آقای دکتر عزیز، دولت‌های دنیا، دولت‌هایی که دم از انسانیت، دم از حقوق بشر میزنن و بسیاری از تشکیلات دیگه‌ای که دم از حقوق بشر میزنن، آگاهانه هستن، در آگاهی دارن در مورد این حکومت که چه کار داره انجام میده و به چند تا اعلامیه و اینها منحصر میشه. هیچ عمل جدی یا مسائل جدی درباره کارهایی که در ایران انجام میشه از طرف این گروه‌های بیشمار حقوق بشر که خیلی هاشون در مورد همه چیز اعلامیه میدن، کسی انجام نمیده و حکومت‌های غربی الان میبینید که چگونه با این حکومت دارن به قول معروف لاس میزنن و دولت مثلا آمریکا، آقای اوباما بسیار سرفرازه که داره این کارها رو با جمهوری اسلامی انجام میده و روابطش رو حسنه میکنه و بسیاری از کشورهای اروپایی قدم اول رو برداشتن برای اینکه نزدیک بشن به این حکومت. خب چطور شده که این حکومت با این همه کارهایی که خارج از مسیر حقوق بشر انجام داده، حالا محبوب کشورهای غربی شده؟ بله، واقعیت این هست که کشورها برحال این تهم تجربه تاریخی است، بیش از هر چیز منافع خودشون رو میبینن و کمتر به برحال منافع مردم کشورهای دیگه توجه دارن. و خب تو این رابطه هم الان ما این مسئله رو میبینیم، این مؤلفه پر اهمیت رو میبینیم که حکومت‌ها یا کشورهای غربی در رابطه با ایران به مسئله نقض حقوق بشر اعتراض میکنن. محافل حقوق بشری به مسئله نقض حقوق بشر اعتراض میکنه، یا خود بخش حقوق بشر سازمان ملل میدونید بارها اعتراض کرده. متها اونها چون توانایی اجرایی ندارن، اعتراضات در حد در واقع یک نوع روشنگری و افشاگری و اعتراض باقی میمونه. توان اجرایی در اختیار
دولت هاست که متاسفانه به درستی همونطوری که اشاره کردید با کمال تأسف دولت ها منافع خودشون رو تو این رابطه میبینن. ممکن هم هست اینجا و اونجا باز مطرح کنن، ولی اصل رو بر این نمیگذارن که از این حکومت بخواهند، البته حکومت نمیتواند، ولی بخواهند که حقوق بشر رو رعایت کنه. و در این حد که شما یک نویسنده رو فقط به جرم و گناه اینکه می نویسد و از آزادی اندیشه دفاع می کند و از آزادی قلم، به این شکل فجیع تعداد زیادیشون رو به قتل برسوند. آقای دکتر، آقای سعیدی سیرجانی یک سال قبل از اینکه جانش رو بگیرن و به زندان بیارن و با اون طرز بکشنش در لس آنجلس بود. من جزو نادر کسانی بودم که باهاش مصاحبه کردم. اولا نویسنده بسیار خوبیه، مرد فهیمی بود، یادش گرامی بود و جزو چهره‌هایی است که هیچ وقت در طول تاریخ ادبیات کمتر ازش یاد شده بود، ولی بعد از اینکه این مبارزه رو انجام داد و کتابهاش آمد بیرون و فهمیدیم که چه مرد فاضل و دانشمندی در کنار ما بوده. و من در مصاحبه‌ای که با او داشتم، او در اون سالهایی که آمده بود همه موقعی بود که این آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود و همش میگو ایرانیان باید برگردن و غیره و اینا، به من گفتش که من وطنم رو دوست دارم و حرفم رو میزنم، امیدوارم یک موقعی که با هم هستیم بیام اون مصاحبه رو با هم نگاه بکنیم، الان دسترسی بهش نیست. گفت من یک موقعی در ایران در حیات خانم خوابیدم، در رو باز گذاشتم که هر کسی میخواد بیاد جان منو بگیره بیاد. و بعد از این که رفت، یک موقعی ما تلفنی با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم استاد سالمی؟ گفت آره سالمی، با من کاری ندارن. یک ماه بعد از اون موقع او رو دستگیر کردن، به زندان بردن. و او در نامه‌ای که نوشت در جرایه چاپ شد، عنوانش بود بازجوی عزیز. این لغت بازجوی عزیز به قدری قشنگ بود که یک طنز تلخی بود که این سیرجانی عزیز با این لغت درست کرد، بازجوی عزیز. و بازجو که عزیز نمیشه، برها بازجوست. و شرحی که داد و بالاخره با اون طوری که میدونیم با اون عملی که انجام داده بودن او رو به قتل رسوندن. و چه خطری این سیرجانی براشون داشت که اینطوری او رو به قتل رسوندن؟ تمام این کشتاری که اینا مرتکب شدن و به نام قتل‌های زنجیره‌ای معروف شده، تمام چهره‌ها رو اولا گزینشی و دقیق انتخاب کرده بودن. کسانی که در ایران به واقع فکر و رفتارشون تأثیرگذار بود، شما سعید سیرجانی رو به درستی مثال زدید، آثار محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، اینها رو وقتی میخونیم میبینیم که چه ذهن هوشیار و ذهن تیزی در پس این آثار بوده. در مورد سعید سیرجانی هم همین بود. اون شجاعتی که سعید سیرجانی در نامه هایی که به خامنه‌ای، رفسنجانی، حتی خاتمی اون موقع وزیر ارشاد بود، داد و یا خطاب به مردم داد، هر کدوم از اونها نشانگر این هست که خب این فرد شجاع و نترسی داره به امر سانسور اعتراض میکنه. در اون نامه ها نگاه بکنید، سیرجانی اعتراضش این بود که چرا کتابهای من همه منتظر المجوز هستن و منتشر نمیشه، اجازه نمیدید. و همینطور در رابطه با مسئله آزادی ها خواستایی رو مطرح میکرد. اینها در واقع مسائلی بود که برای حکومتی که جز سرکوب و اختناق راه دیگه ای نداره و کار دیگه ای انجام نمیده، طبیعی است فردی که در داخل خود ایران اعتراض بکنه به اونها و خواستار آزادی اندیشه، بیان و قلم و همینطور رفع سانسور باشه، خب فرد خطرناکی از نظر اونها خواهد بود. و اینها نشون دادن که تحمل نمی کنن. از همون روز اول نشون دادن که چنین چیزی رو تحمل نخواهند کرد. و نه فقط زندان و شکنجه، که حذف فیزیکی هم براشون کار سهلی است که انجام دادن. در یکی از
آثار زندیات سعیدی سیرجانی به نام ضحاک ماردوش که شرحی است از شاهنامه، ولی وقتی که میخونیدش میبینید که در پس این کتاب و شرحی که آورده چگونه حکومت امروزی رو داره تجزیه و تحلیل میکنه. برها یادش گرامی باد. در بقیه نویسندگان هم که کشتن، به هر حال به خاطر قلمشون، جانشون رو برای قلمشون از دست دادن. و اما موضوع فروهرها چی بود؟ فروهرها که هم خود فروهر و هم خانمش که جزء کسانی بودن که در آغاز انقلاب با اینها همکاری میکردن، یعنی اینها جزء گروهایی بودن که، یعنی جزء اشخاصی بودن که آرزوی آزادی و دموکراسی برای مملکتشون داشتن و در اوایل فکر میکردن که داره این مسیر انقلاب به راهی که اونها دلشون میخواد بره. چه وحشتی از فروهرها و این خانم بزرگوارش داشتن که اونا رو به قتل رسوندن. میدونید فروهرها، داریوش فروهر، هر دو به عنوان خب فعالین سیاسی و رهبر حزب ملت ایران خب فعال بودن. همونطوری که میگی در اوایل انقلاب خب مقامهایی رو هم در کابینه بازرگان آقای فروهر داشتن، اما به تدریج اینها با شناخت بیشتر از حکومت، با رفتاری که حکومت میکرد، فی الواقع به صف مخالفان حکومت پیوستن و به طور شجاعانه و آشکار در داخل ایران مسائلی رو داریوش فروهر و همسرشون مطرح میکردن، درست مثل اون چیزی که در مورد سعیدی سیرجانی عرض کردن. در واقع مخالفت هایی که فروهر با برخوردهایی که حکومت انجام میداد میکرد مورد تایید و قبول حکومت نبود. کما اینکه موقعی که این دو رو به قتل میرسونن، میدونید که خامنه یک سخنرانی میکنه و در واقع این عمل و انجام این قتل رو نادرست میدونه و همونجا هم میگوید در صحبتش خامنه ای هستش که فروهر آدم درستی بوده، یک دوره دوست ما بوده و بعد دشمن ما میشه. ولی به هر حال ایشون میگه که به این شکل به قتل رسوندنشون رو قبول نداشتن و خب البته بلافاصله مسئله قتل ایشون و سایر قتل‌ها رو خامنه ای تلاش میکنه ارتباط بده به خارج از کشور. خیلی از اون روحانیون همین کار کردن که بگوین اون قتل‌ها رو صهیونیست‌ها و امپریالیست‌ها انجام میدن، که خب دیگه در واقع یک سخن نخنمایی بود. منتها وجهه سیاسی خود فروهر و همسرشون و تلاشهایی که میکرد نه فقط در داخل ایران بلکه به لحاظ جهانی هم چهره شناخته شده ای بود، این باعث شد که اینها به گمان من احساس خطر بکنن و دست به همچین جنایتی ببرن که میدونید دو انسان حدود 70 ساله با جسم مجروح با 26 ضربه کارت و به اون شکل فجیع هر دو اینا رو به قتل رسوند. آقای دکتر عزیز، این حکومت جمهوری اسلامی در بین مخالفینش الان 3 نفر به حصر خانگی سپرده، یعنی موسوی و خانمش و آقای کروبی، و سالهاست از بعد از انتخابات 88 اینها در حصر خانگی هستند. چه عواملی باعث شده که اینها رو نگه داره؟ و مرتب میبینم که میگن آقای موسوی مثلا دندانش درد میگرفته داره رفته به بیمارستان، یا آقای کروبی احتمالاً باید قلبش احتیاج به مداوا داشته آمده و ازش هم نگهداری میکنن، در حصر خانگی نگه داشتن. آیا یک موضوع ویژه هست که این کار رو کردن؟ واقعیتش هم البته این ارزیابی من هست. دلیلش این هستش که خب بین حکومت و این نوع مخالفت ها و این نوع اپوزیسیون ها، اگر بشه اپوزیسیون نام نهاد، نزدیکی های بسیاری وجود داره. آقای موسوی، کروبی و همسرشون میدونید که در رابطه با پذیرش بسیاری از اصول پایه‌ای حکومت اسلامی مشکلی با حکومت اسلامی ندارن. مشکل برمیگرده به یک سری حوزه‌های اجرایی و سیاسی. بنابراین به نوعی چهره‌های
و شخصیت‌های خودی هستند در این حکومت. خب موقعیت‌هایی هم قبلا داشتن و کارهایی هم انجام دادن. یک بچهش به نظر من این هست، اما یک بچه دیگه ایش هم این رو هم باید در نظر گرفت که اینها در داخل ایران الان طرفدارانی دارن. به هر حال حرکتی که سال 88 اتفاق افتاد هم به لحاظ داخلی و هم به لحاظ جهانی یک بازتاب گسترده ای داشت، و خب اون بازتاب جهانیش در رابطه همون نکته ای هم که شما اشاره کردید که حکومت گاهی برای حفظ منافع خودش یا اینکه خودشو تغییر یافته یا تغییر داده شده جلوه بده دست به برخی از کارها نمیبره که چهرهش خراب نکنه، اون بازتاب جهانی و اون بازتاب داخلی اون اقدام و اون حرکت ها هم یکی از عواملی هست که به گمان من حکومت حساب شده عمل میکنه و به سمت حذف فیزیکی اینا نمیره. اما اون بچش هم به گمان من باید در نظر گرفت که اختلاف های اساسی و جدی در رابطه با اون اساس و اصول که این حکومت رو پایش رو بر اون نهادن و اداره میشه بین اینها وجود نداره. آقای دکتر عزیزی، یک موضوعی رو من در موردش فکر میکنم و اون اینه که قبل از این، یعنی در همون وقایع سال 88 که واقعا دنیا نگاهش رو به ایران دوخت و من خوب یادمه که اون رنگ سبز چگونه سمبل شد، حتی رقصندگان ایتالیایی هم موقع رقص دستبند و پابند سبز به خودشون گذاشتن و در بسیاری از کشورها که البته اونا خیلی زود سرکوب کردن. من به این نتیجه رسیدم که الان که جوانها به خصوص دانشجویان و جوانها و اینها همه یک اعتراضی دارن و اگر این حصر خانگی وجود نداشت اعتراضشون خیلی گسترده تر بود، ولی الان با همین حصر خانگی و موسوی باید آزاد بشه و کروبی باید آزاد بشه، یک جور اعتراض که چندان هم خطرناک برای حکومت نیست. این خیلی فرق میکنه با اینکه در اون وقایع سال 88 که شعارهای آخر کار دادن و تصاویر خامنه‌ای رو حتی پاره کردن و غیره، حالا اینها اومده به کسانی که جزو خودشون هستن و حالا در حصر خانگی هستن و آزادی اینها رو میخوان. یعنی یک اعتراض داخلی است نه یک اعتراض خیلی شدید. البته یادمون باشه آقای نقره‌کار عزیز، اگر در همون موقع آقای موسوی هم انتخاب می شد می آمد دست رهبر رو می بوسید و همین کارها رو که بقیه می کنن انجام می دن. مگر بقیه، یعنی که وقتی رئیس جمهور عوض می شه، مگر کسی می تونه به غیر از دستورات رهبر کار دیگه انجام بده؟ یا بقیه که دارن مملکت رو اداره می کنن، که خیلی ها معتقدن که فقط این رهبر نیست، بسیاری از پشت پرده کسانی هستن، به درستی نمیدونم، نمیخوام پیش بینی کنم. بنابراین این حصر خانگی یک جور راهی است برای اعتراض جوانها که وقتی که مثلا رئیس جمهور میره به دانشگاه یا میره در محافل و مجالس، یه عده فریاد میزنن که موسوی باید آزاد بشه، و یک جور اعتراض داخلی است و باعث میشه که اون اعتراض اساسی که جوانها باید در مورد این حکومت انجام بدن روش سرپوش گذاشته باشه. نمیدونم تا چه اندازه این ایده من صحیحه. به هر حال نظر شماست و محترم. خواهش. من هم فکر میکنم که البته ببینید اتفاقی که سال 88 افتاد، خب آقای موسوی، کروبی و بسیارانی نقش داشتن، ولی واقعیتش خود اون جنبش رو باید به گونه دیگه هم دید. یعنی اون جنبشی که اتفاق افتاد بعضا به خاطر آقای موسوی یا کروبی و یا خواستای ایشون اتفاق نیفتاد. واقعا جنبش مدنی در داخل ایران جنبشی است که سالیانی حضور داره و فرصت و موقعیت میخواد که این جنبش بتونه در واقع در یک سطح وسیع مطرح بشه و خودشو نشون بده. این جنبش رو ما در رابطه با زنان دیدیم، در رابطه با معلمان دیدیم، کارگران دیدیم، اهل قلم
همین کانون نویسندگانی که امشب صحبتش هست دیدیم که از همون اوائل این تشکل‌ها فعالیت می‌کردن، متأ سرکوب می‌شدن. یک مجموعه از این جنبش‌های مدنی و این حرکت‌ها در جامعه ما وجود داشت. رخداد سال 88 فی‌الواقع اون جنبش‌ها رو تا حدودی در واقع برآیند اون جنبش‌ها رو به شکلی در آورد که ما دیدیم. نقش آقای موسوی و کروبی رو نمیشه نادیده گرفت، ولی به گمان من این نقش به این شکلی که مطرح شده و یا از سوی طرفداران جنبش سبز مطرح میشه نبوده و نباید به این شکل به گمان من مطرح بشه، چون غیر واقعی است. و حکومت هم فی الواقع همونطوری که گفتم سرکوب کرد اون جنبش رو، و اون که امروز ما میبینیم اعتراضات اوف کرده، خب با اون سرکوبی که حکومت کرد و جنایت هایی که حکومت مرتکب شد، همون جنایت چهریزک رو شما در نظر بگیرید در ادامه کشتارهایی که من عرض کردم، جنایت کوچکی نیست، اونها باعث شد که در واقع این جنبش تا حدودی، من فکر کنم تا در یک موقعیت دیگه تا افت بکنه و بعد دوباره سر براره. ولی این ارتباط پیدا نمی کنه، این حرکت ها چه گسترششون و یا چه تا حدودی کاهششون به مسئله حصر. مسئله حصر می تواند یه نقش های کوچیکی در زمین های مختلف داشته باشه، ولی در روی کل حرکت مردمی و حرکت مدنی در جامعه ما نقش کلیدی و تعیین کننده نداره. ممنونم از محبتتون. قبل از اینکه برنامه شروع بشه با هم داشتیم صحبت میکردیم به نامه‌ای که آقای خامنه‌ای به جوانهای جهان فرستاده و راهنماییشون کرده و نصیحتشون کرده که چه کار بکنن. درباره این نامه چه اطلاعی دارین شما؟ آقای خامنه‌ای در این نامه میدونید روی دو نکته تاکید زیاد داشته، یعنی در واقع یک نکته است ولی از دو زاویه، و مسئله دوباره نفوذ رو مطرح کرده و نگرانی خودش رو از نفوذ فردی و نفوذ شبکه‌ای دشمنان مطرح کرده. خب اون رو توضیح داده، قبلا هم راجبش صحبت کرده بود. در کنارش میدونید که پدیده جاذبه جنسی رو هم برای این نفوذ مطرح میکنه که خود این یک بحث دیگری است که به گمان من قابل توجه خواهد بود که اصلا منظور ایشون از جاذبه جنسی چه هست و چرا این آخوندها و روحانیت اینقدر به این مسئله جاذبه جنسی حساسیت نشون میدن. اما در رابطه با خود نفوذ، برای من این سخنرانی و اصلا بحث نفوذ که الان مطرح شده و نفوذی نگران کننده هست، درست در شرایطی که ما سالگشت قتل‌های زنجیره‌ای رو داریم، یعنی در پاییز خونینی هستیم که سال 1177 اتفاق افتاد. در اون دوره هم حکومت اسلامی و همین آقای خامنه‌ای و دیگران باز یک پدیده‌ای رو شبیه همین مسئله مطرح کردن، آمدن گفتن که ما در شرایطی هستیم که تهاجم فرهنگی داره اتفاق می‌افته و این تهاجم فرهنگی رو غرب از طریق این نویسندگان و این عمال فرهنگیش داره اعمال میکنه، و با یه چنین تعبیری و سخنی فی الواقع دست به اون کشتار زدن، که بعد هم مطرح کردن که امنیت در واقع ملی رو به خطر میندازن و نکات دیگری. هر دوره که حکومت اسلامی در واقع احساس میکنه داره به یک بحرانی نزدیک میشه و مشکلی رو در چشم انداز میبینه، دست به این کارها میبره، یعنی زمین سازی میکنه که به نظر من خامنه‌ای داره میکنه و اطرافیانش، به ویژه سپاه و نظامیان اطرافش، زمین سازی میکنن برای یک سرکوب بزرگ. و این رو من بر مبنای تجربه‌ای که همون شروع که عرض کردم در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای داشتیم، اون موقع هم همین بحثا بود. اون موقع هم آمدن
همین نکات مشابه اینو به یه شکل دیگه مطرح کردن، نه فقط برای قتل‌های زنجیری، هر کدام از کشتارهایی که اینا انجام دادن براش یک توجیه و بهانه قبلا زمینه سازی کردن. در کشتار 67 همین کارو کردن، در سال 60 همین کارو کردن، اوایل انقلاب همینطور و جنبش آنچه که به عنوان جنبش سبز مطرح شد همینطور. بنابراین من سخنان خامنه‌ای رو در رابطه با سخنانش، نه این نامش، سخنانی که مطرح کرد و نگران کننده میبینم. اما در مورد نامه‌ای هم که بهش اشاره کردیم، خب واقعیتش این روشی است که اینها از قبل هم داشتن، از خود خمینی بگیرید تا بعد احمدی نژاد خیلی این کارو تکرار میکرد، تا ایشون که در واقع رهبران دنیا رو و مردم جهان رو نصیحت کنن، برای اینکه فکر میکنن به این طریق میتوانن اون مدیریت جهانی رو که مطرح میکنن و اعمال کنن. و این نام پراکنی هم همینطور هست. در واقع خامنه ای جوانان جهان به گمان من به خاطر اطلاعاتی که دارن، خیلی ببخشید، وقتی این نامه ها رو میخونن به ریشه ایشان میخندن، برای اینکه جوانان میدانن رهبری که جامعه خودش دوچار چنان بحرانی است که جوانانش در یک شرایط سختی زندگی میکنن و هنوز که هنوز بعد از 37 سال راه پیدا میکنن که از اون مملکت فرار کنن، جوانانش نه آزادی فردی دارن و نه آزادی اجتماعی و در خیابانها زنانش به خاطر روسری کتک میخورن، دستگیر میشن. خب اینو جوانان جهان میبینن و وقتی یک رهبری بخواهد آن جوانان رو در واقع نصیحت کند، به قول ما، من عرض کردم خدمتتون، خواهند گفت آقا مرد خودتو بپا، همسایه رو دوز نکن، شما در واقع کار خودت خرابتر از این حرف هست که بخوای ما رو نصیحت کنی. بنابراین میخوام بگم رفتار خامنه‌ای و سخنانش به گمان من یک نوع میشه گفت دفاع است، یک نوع حراس رو بیان میکنه و یک نوع در ما، لااقل در من، باید ایجاد نگرانی کنه، چرا که چنین سناریویی رو ما در تاریخ خودمون در همین 37 ساله مشابه اینو شاهد بودیم. و من قتل‌های زنجیری رو به شما اشاره کردم، محمد مختاری رو اینها به عنوان اینکه یک عاملی است که قد میتواند به لحاظ فرهنگی از طریق ایشون نفوذ بکنه به قتل رسوندن. یعنی همون بحثایی که ما در تاریخ خودمون داشتیم که حکومت ها هر موقع احساس خطر کردن، برای اینکه مخالفین خودشون از میان بردارن، برچسب ها و یا همین نکاتی رو که من عرض کردم و مطرح کردن تا زمینه سازی بکنن برای کاری که میخوان انجام بدن. مقوله فتنه هم از همین مقوله بود. ببینید که چقدر در داخل ایران الان سرکوب میکنن و یا چقدر رو به قتل رسوندن در همون دوره از جوان ها رو، برای اینکه گفتن اینها جزء فتنه‌گران هستن. و حالا این بحث نفوذی، بحث اون سخنرانی و بحث این نامه که به گمان من شخصا با نگرانی به این مجموعه نگاه میکنم. اجازه بدین آقای دکتر عزیز ما به چند پیام بازرگانی با هم دیگه نگاه بکنیم، برمیگردیم. خیلی هم دارم میخواد که نظر دوستان و بینندگان هم داشته باشیم، منتها قبلا خواهش میکنم که خیلی کوتاه صحبت بکنم و در همین زمینه‌ای که ما داریم بحث میکنیم سوال کنن. نامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. مهمان عزیز من آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستند. ایشون دکتر طب هستند و طبیب هستند که دکتر هستند و راجع به مسائل مختلف باشون صحبت میکنیم، از جمله 13 آذر، روز مبارزه با سانسور که در 1377 این قطرهای زنجیره‌ای اتفاق افتاد. مطلبی رو من عنوان کردم در مورد این آقایان موسوی و کروبی و حصر خانگی، که اجازه بدید آقای نقره‌کار عزیز بعد از اینکه با یکی از دوستانمون صحبت کردیم من یه توضیحی راجع به این قضیه بدم و نظر خودم رو اعلام بکنم. اجازه میفرمید آقای نقره‌کار با اولین خط صحبت کنم؟ بفرمید، خواهش میکنم.
درود بر شما همینطور مهمون عزیزون آقای نهره‌کار. یه سوالی داشتم از آقای نهره‌کار با اجازتون. خواهش میکنم. و سوال من به این صورت مطرح میشه که جناب آقای نهره‌کار، وقتی میگن که آقای فروغ و خانومشون اومدن به امید این که میخوان به آزادی بیشتر دموکراسی برسن، اومدن با آخوندها همکاری کردن، سوال من اینه ما بیاییم به فروهرها و امثال اونها اصلا کردیتی ندیم، به دلیل اینکه خیلی کسا با خانواده پهلوی کینه توزی داشتن، خیلی ها لابیست انگلیس بودن، ما این نمیتونیم بگیم چی بوده ولی خیلی ها بودن و اینا رو دشمنیشون اومدن کمک به خمینی کردن، مثل آقای بازرگان که اومد اسفار کرد برای خمینی، جاده رو راست کرد. ولی میخوام بپرسم که مگه ما در زمان شاه، همینطور از آقای کاردان این سوال میکنم، مگه ما دموکراسی نداشتیم که آقای فروغ فکر کرده بود به دموکراسی بهتریشون میرسه، به اون دلیل بیاد چیکار کنه، بیاد با خمینی همکاری کنه؟ سپاسگزارم ازتون. ممنونم از تلفنتون و اجازه میدید چون از من سوال کردین، من فقط خدمتتون بگم که در اون موقع همه فکر میکردن که کمبودهایی دارن و کمبودهایی هم داشتن و با انقلابی که میکنن این کمبودها رو میتونن رفع بکنن. اصلا موضوع حکومت زمان پهلوی و همینطور هر دو پهلوی ها بسیاری به خدمت به مملکت ما خدمت کردند و امروزه شاید میتونیم بیشتر حس بکنیم، اما ملت هم حق داره همیشه بیشتر بخواد. من عذر میخوام آقای نقره‌کار، بفرمید شما اگر نکته‌ای دارید. من خواهش میکنم. ببینید داریوش فروهر در دوره شاه میدونید به هر حال یک زندگی مبارزاتی طولانی رو داشته، در دوره شاه هم ایشون فعالیت هایی میکرد و نه فعالیت هایی که میگم در یک سطحی میشه گفت رهبری یک حزب یا حزبای گوناگون و جریان های گوناگون تلاش میکرد و در اون دوره همونطوری که گفتی از نگاه ایشون، حالا من نگاه خودم ممکنه فرق بکنه، ولی نگاه ایشون این نگاهی بود که دموکراسی که ایشون میخواست و اون نگاهی که به مسئله آزادی و دموکراسی داشت در اون رژیم شاه از نگاه ایشون تأمین نشده بود و وجود نداشت و مبارزه میکرد برای همین مسئله، برای آزادی، برای استقلال، اون چیزی که ایشون درست فکر میکرده. اما در یک موقعیتی بود در رژیم شاه، در دوره شاه، که میدونید ایشون همراه با آقای بختیار و همینطور آقای سنجابی سه نفری بودند که نامه ای نوشتن به اعلیحضرت و به شاه که فی الواقع به گمان من یکی از نامه های درخشانی است که باید نگاه کرد و خوند و به ویژان هایی که میدونن برای شاپور بختیارم شخصی نبود که بدون تفکر اندیشگی و یا با یک نگاه ساده مسائل ببینه که چقدر نگاه ها دلسوزانه است و ناصحانه به رژیم پهلوی و به خود شاه که در یک زمینه هایی داره کوتاهی میشه، مسئله آزادی ها، مسئله حوزه های مختلف. بنابراین داریوش فروهر قبل از انقلاب در یک همچین موقعیتی بود، در مقطع انقلاب، یعنی همیشه ایشون در رابطه با مسئله آزادی و مسئله استقلال، مسئله مدنیت و مسائلی که به نظر ایشون اهمیت داشت مبارزه میکرد. در دوره بعد از همین انقلاب هم تصور ایشون به گمان من این بود که میتونه اون خواست خودش رو پیش ببره، ولی در یک موقعیتی قرار گرفت که متوجه شد که این یک تحلیل نادرسته و مسیر رو عوض کرد و جان خودش هم در این راه گذاشت. شما اگر برگردید نگاه بکنید میبینید داریوش فروهر و حتی خانومش چگونه در یک دوره هایی با حکومت اسلامی مبارزه میکردن در داخل ایران و خب نهایتاً هم به این شکل به خرج رسیدن. من فکر میکنم به خاطر پاره خطاها این درست نیست که حرکت‌ها و تلاش‌های برخی‌ها رو در این حد نادیده گرفت و فی الواقع همه رو به حساب اون خطا گذاشت و به خاطر اون خطا کسی رو یا خطایی کسی رو به سلابه کشید. ممنونم از لطف محبتتون. اجازه بدید خودتون هم اشغال با یک نفر دیگه صحبت کنیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون. من فکر میکنم که این حکومت این مسائلی که امنیتی که برگزار میکنه و مسائلی که مطرح میکنه اینا بر اثر این هستش که افرادی که در این حکومت فعالیت دارن تمامشون برای سود مالی جمع شده. همونطور که ملاحظه میفرمایید هر روز یکی پس از دیگری میگیرن که اگر این دولت بیاد اون مسئله از کجا آورده رو مطرح بکنه، من قول میدم که اکثر این افرادی که دارن به صورت ظاهر همکاری میکنن اینا نخواهند. خیلی ممنون و متشکر از برنامه خوب. خواهش میکنم. مرسی قربون. نکته‌ای بود که بخوام بعد جوابشونو بدیم. نه، منم فکر کنم مسئله اقتصادی و مسئله پول در این حکومت خیلی فاکتور بسیار مهمی است و خب نقشش هم خیلی روشنه. اینه که منم زیاد مخالفتی ندارم در رابطه با نقشی که الان پول در اون حکومت و میان روحانیون ایفا میکنه و نقشی که مافیای اقتصادی عمل میکنه برای حفظ چنین حکومتی. آقای دکتر اجازه فرمایید باز هم با خطا صحبت میکنیم، ولی یه نکته‌ای که برای من جالبه، شاید در طول تاریخ زندگیمون این همه لغت میلیارد رو نشنیده بودیم. یعنی انقدر کوچک این لغت میلیارد که کسی فکر نمی‌کنه که چند تا صفر جلو بشه. دزدی‌ها همه بالای میلیارده، حالا یا دلار یا هزاران تومان و اینها. دزدی هایی نیست که بگن مثلا یک کسی 2 میلیون دلار دزدی کرده یا 3 میلیون دلار، همه بالای میلیارده. یعنی وقتی که آدمی فکر میکنه میبینه که چقدر از سرمایه اون مملکت که میتونه بسیار مفید باشه برای آبادانی، برای رفاه، برای آزادی تو مملکت، داره همینطور از مملکت خارج میشه و این لغات میلیارد میلیارد راحت. این آقای زنجانی دارم محاکمش میکنم، میگه من 12 میلیارد یورو در فلانجا دارم. آخی چجوری اومده دستت 12 میلیارد دلار؟ اگر دست یک میلیاردر آمریکایی هم بود همه بانک ها میبندن میگفتن از کجا آورده و چگونه اومده به این راحتی. هم نیست چگونه است این میلیارد؟ آقای دکتر این لغت میلیارد چجوری یه دفعه شروع شد؟ ببینید واقعیتش ما مملکت ثروتمندی هستیم از زمینه‌های مختلف و بودیم. خب وقتی یک مجموعه ای عرض کردم که یک مافیای اقتصادی به جان در واقع ثروت این مملکت میفته، چنین وضعیتی هم پیش میاد. رقم‌ها رقم‌های بالایی است به خاطر اینکه این مملکت ظرفیتش چه در همه حوزه ها به ویژه تو حوزه مالی ظرفیت بالایی است و خب غارت میشه و غارتگران هم همونطوری که میبینیم چگونه دارن غارت میکنن. به همین خاطر که تو اون مملکت رقم های این شکلی مطرح میشه، در حالی که صحبت از فقر بسیار نگران کننده هست در سطوح جامعه. هم من اشاره داشتم ما هفته قبل روز جهانی کودک رو داشتیم و در رابطه با مسائل کودکان در ایران صحبت میکردیم. شما ببینید کودکان کار و کودکان کارگر در ایران در چه شرایطی زندگی میکنن، برای اینکه تمام ثروتهایی که متعلق به این بچه هاست در همین میلیارد دلار ها فی الواقع جمع شده و این غارتگران میدونید حق این مجموعه هست که اینطوری در واقع دزدیده اند و میدزدند. ممنونم ازتون. تمام خطوطمون اشغال، خواهش میکنم خیلی کوتاه بتونیم در این مدت 15 دقیقه که وقت داریم به بسیاری از دوستانمون برسیم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما آقای پرویز کاردان و درود به مهمان گرامیتون. من نمیخوام چیز کنم، فقط یک سوالی داشتم که پیش زمینش این میشه. وقتی انسان با برداشت‌های نادرست خودش سبب این میشه که بسیاری از انسان‌ها جان خودشون از دست بدن و سرنوشت یک مملکت بشه. پس از این همه سال هنوز داریم میبینیم بسیاری از کسانی که در اون
سال 57 با توجه به اسناد و مدارک و تمام این چیزهایی که خصوصا به ویژه دکتر عباس میلانی که خود از مخالفین رژیم پادشاهی سابق بوده و این اسناد رو در کتابهاش و به ویژه با این اسناد جدیدی هم که در چاپ دومش آورده، دم از استقلال زدن در آن موقعی که رژیم ایران استقلال به معنای واقعی داشته و اون در واقع اون نه شرقی نه غربی که جمهوری اسلامی میگفت به واقع ایران در آن زمان داشته، حال انسان‌هایی که میتونم خواهش میکنم یک کمی سریع‌تر برای که وقتمون خیلی کم، خواهش میکنم بفرمید، خواهش میبخشید بوزش، انسان‌هایی که خود را سیاسی میدونستن با عملکرد خودشون باعث شدن که هزاران هزار انسان جان خودشون از دست بدن، چه از اوایل انقلاب سال 57 تا به امروز. آیا این وجدان اینو نمیگه؟ من توهین به هیچ کس نمیکنم، فقط پرسشم اینه آقای نقره‌کار، وجدانن آیا تمام آن کسانی که شما میگویید نظرشان این بوده که آزادی نبوده، استقلال نبوده، با اون برداشت های نادرست خود باعث این همه انسان جانشون از دست بدن، آیا نباید حتی یک پوزش خواهی بکنند از بازماندگان آن همه انسان که جان خود را از دست دادن؟ ممنونم ازتون، من فکر میکنم که مطلبتون خیلی روشن شد. نکته اگر هست آقای نقره‌کار عزیز در خدمتون هستم. نه، ایشون نظرشونو گفتن و برداشت خودشونو، این حق هم باید قائل باشن که برداشتای متفاوت از برداشت ایشون هم وجود داره، هم در ارزیابی از حکومت گذشته این رژیم پهلوی و هم از نقشی که اون رژیم فی‌الواقع در بروز انقلاب داشت. بنابراین برداشت ها مختلف هست، من احترام میذارم به برداشت ایشون، ولی موافق نظرشون به این شکل که مطرح کردن نیستم. اوکی، بفرمید با خط بعدی. بفرمید، خواهش میکنم. درود، شما هم فکر میکنم آقای میلانی و یا آقای فروهر رو، یعنی 60 دربش کار به اینه خوردن کافی نیست؟ چه کردیتی میخوای من تو بهش بدیم که آقا نشستیم پای تلویزیون چای میخوریم؟ این کارها انحرافه. ببینید یه مز دو جنایتکار قاتل دارن مملکت رو میگردونن، هر کی صحبت از مصدق بکنه یا شاه، مسئله ما هیچ کدوم اون، مسئله ما خمینی رژیم آخوندیه که الان داره مملکت رو چپاول میکنه. آقای نقره‌کار، مسئله امروز من مگه این نیست که جمهوری اسلامی باید بره؟ همین الان هم بره، نمیخوام سه قرن دیگه بره، نمیخوام سه نسل دیگه بره، گویی این ما نباید تمرکز کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. نظرشون بود که بیشتر میگم که تمرکز کنیم روی این قضیه. من موافق نظر ایشون هستم تو این زمینه و خود همین بحثایی که میشه، بحثی که داریم میکنیم در واقع داره نشون میده روشنگر، یعنی روشنگری هست در باب این که این حکومت چه ویژگی هایی داره و چرا ما میخواییم چنین حکومتی در مملکت ما بر سر کار نباشه، و من با این بحث دومشون کاملا موافقم. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، صدای تلویزیونتون رو کم بکنید، خواهش میکنم. بله بله، کم میکنم. میخواستم از این فرصت استفاده کنم، درود بی پایانی به هممیهنانم و حضرت عالی و مهمان محترمتون برسونم، و دوم این که بگم که این درهم برهمگویی های سیاسی هیچ اتفاقی رو و هیچ رخدادی رو پیش نمیبره مگر اینی که گرد و خاکستر به چشم مردم ملت ایران ریختنه. من به نام یک کودکی که زمانی که آقای داریوش فروهر سر خیابون سپه سر کوچه خیام بغل سقط فروشی آقای نجمی که پسرش آقای نجمی بود و توده‌ای و کمونیست توده‌ای بود و یاران دیگرش، می دیدم که هر روز به جان بچه‌ای
سگو میندازه که اون بچه 5 تومانی رو که باباش برای هفته گرفته از دستش در بیاره بیرون. و از اون گذشته اون آقای فروهر، من به چشمم میدیدم که اونجا بچه کوچکی بودم، شاید کلاس اول ابتدایی بودم، از ماشین مدرسه که پیاده میشدم ایشونو با همین سیبیلای استالینی که روغم مالیده بود پیچ داده بود به بالا، باز هم میدیدم که طلبکار همه بود اونجا وایساده بود با یاران دیگرش که مایل نیستم یارانش رو اسم ببرم که خیلی خوب میدونم اون کاموا فروشی و دکمه فروشی و کارگری. اجازه بدید، ممنونم از لطفتون. حالا آقای کاردان اجازه بدید صحبت هم بکنم. شما همیشه اجیتیتد هستید، من نمیدونم این اضطراب و این نگرانی شما که شما برسید به یه مشتری دیگه حرف بزنه چرا حرف رو قطع میکنید؟ چرا نمیذارید که یک حرف تمام کمال گفته بشه؟ مگه من آدم بیشعوری هستم که دارم روش خط شما صحبت میکنم، یا یه آدم بیسوادی هستم، یا یه آدمی هستم که در طول این 38 سال نفهمیدم که کی چی کار میکنه؟ ببینید، اجازه بدید من یه نکته رو بگم خدمتتون. شما مطلبی رو که میخواید عرضه کنید و من و مهمانم بهش احترام میگذارم، خواهش کردم به طور خلاصه انجام بشه. اینجا اصلا قرار نیست که از کسی دفاع بشه یا مسئله بیاد، و من به عنوان مجری برنامه حق دارم که وقت رو تقسیم بکنم به تمام دوستانی که الان تمام خطای ما اشغاله، و اگر کسی بخواد وقت ما رو اشغال بکنه بیشتر از اون چه که مجوزه و اون چه که من فکر میکنم هست، مجبورم که خطشو قطع بکنم. و این بسیار کار اشتباهی نیست، از نظر من کار درستی است، برای اینکه من وقت به همه میدم همونطور که شما مطلبتون رو عنوان کردید. ممنونم از لطف و محبتتون. سرکار خانم، براتون احترام قائلم و شما هم برای برنامه احترام قائل باشید. آقای نقره‌کار، مطلبی دارین راجع مسئله ایشون؟ یه نکته ای که ایشون مطرح کردن، ببینید من هم میدانم اون ماجرایی که به حال ایشون میگوید، البته نه به شکل که ایشان مطرح کردن، بحث‌های جریان‌های گوناگونی که در مقاطع 28 مرداد یا قبل از اون بود، بحث جریان پانیرانیستا، انشعاباتشون، درگیری‌هاشون، اختلافاتشون، نگاهی که به حزب توده داشتن، اون زد و خوردها و اون اتفاقایی که میافتاد، واقعا من به اینها پرداختم و در این کتاب جدیدم بخشیش اصلا برمیگرده به همین رخدادها. من و فکر میکنم آقای کاردان تأیید کننده بسیاری از اون رخدادها و اون رفتار نیستیم، و از نگاه من هم پاره ای از اون رخدادها که خانم اشاره کردن میشه گفت که قابل انتقاد، اشکال بوده، و بعدها هم همونطوری که تا حدی که من اطلاع دارم خود آقای فروهر هم نسبت به اون اقدام هایی که در دوره‌ای که با پانیرانیستا بودن یا انشعاب هایی که کردن حزب ملت ایران رو شکل دادن، انتقادهای قائل هستن و بعد تغییر کردن، تغییر روش دادن. من میخواهم بگویم که اولا ما تایید کننده اینو رفتار نیستیم. به نظر من هم انتقادهایی وجود داره و انتقاد این خانوم هم توی زمینه‌هایی از نگاه من هم صحیحه، ولی قبول بکنیم که در حوزه سیاست و در عالم سیاست هیچ کس کامل نیست و میشه توی دوره‌های خطاهای سیاسی داشت. باید نتیجه یک دوره، یک زمانی رو، نتیجه فعالیت اون زمان و یک دوره رو دید، نه یک مقطع کوتاهی که یک فعال سیاسی به هر حال خطایی کرده که به گمان من هم اتفاق افتاده و از خود تا حد اطلاع من از اون اتفاقایی که افتاده انتقاد شده و درس گرفته شده. اینی که به گمان من بهتره از این زوایام این مسائل نگاه بشه. ممنونم از لطفتون. اجازه بدید خیلی سریع بگم و کوتاه که ما داریم تاریخ رو ورق میزنیم. ما مدافع تمام اوراق تاریخ نیستیم و مدافع اعمال همه کسانی که در موردشون صحبت میکنیم نیستیم. و اگرم یک کسی در یک دوره کار خطایی کرده، اولا هیچ کس هم داره جانشو بگیره به خاطر اون خطا،
در طول تاریخ و در طول مبارزات خیلی از این حرفا بوده و اشتباهات بوده، اشتباهاتی که شاید ثمرش رو یک ملت دیده. بنابراین بسیاری از حرفای خانم میتونه درست باشه و ما اینجا نشستیم بگیم حتما فلان آدم یا فلان کسی که در طول تاریخ بوده یا در مبارزات بوده همه اعمالش درسته. ممنونم از لطفتون. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید خواهش میکنم. الو، با درود. با درود به شما، بفرمید خواهش میکنم. سوالی که داشتم این بود که چگونه است که کانون نویسندگان از یک طرف روز مبارزه با سانسور تعیین میکنه و از طرف دیگه اعضای همین کانون در مجلس و در بزم اون رئیس جمهور جنایتکار روحانی و یا وزیر سانسور شرکت میکنن، امثال محمود دولت آبادی یا تعداد زیادی از این افراد. و دیگه اینکه در رابطه با زندیات محمد مختاری، ایشون در انشعاب اکثریت و اقلیت از اعضای اکثریت بودن که بعد از سال 60 و اون کشتار رژیم از انقلابیون با رژیم همکاری کردن و هیچ موقع من ندیدم که محمد مختاری از این کارش همچون آقای ناخود کار که بارها عذرخواهی کردن از مبارزین ایران عذرخواهی بکنن به خاطر همکاری با اکثریت خواهد. ممنونم ازتون. اجازه بفرمید که نکته هست بفرمید. نه، در مورد کانون نویسندگان آقای دولت آبادی عضو کانون بودند و الان با کانون همکاری نمی کنند، مدت هاست، سال هاست. و در میان اعضای کانون نویسندگان هم می دونید که به هر حال یک تشکل صنفی دموکراتیک هست، یک تشکل سیاسی به اون معنا نیست که آدم انتظار یک حزب سیاسی رو ازش داشته باشه. افرادی هستن با دیدگاه‌های سیاسی مختلف منوط بر این که به اون اساسنامه و مرامنامه کانون رو پذیرفته باشن، یعنی میتونه با ایدئولوژی متفاوت، با درک سیاسی متفاوت، با قبول اون اساسنامه و برنامه کانون عضو کانون باشه. میخواهم بگویم که کانون خودش، مشی کانون، همین اطلاعی های کانون رو نگاه بکنید، چنین نگاهی رو نداره، چنین نزدیکی رو هیچگاه با هیچ حکومتی نداشته. کانون افتخارش اینه که 44 سال در واقع مستقل از حکومت ها عمل کرده و کار کرده و این رو تاریخش نشون میده و عمل کرده یکی از اعضای قدیمیش مثل آقای دولت آبادی بر نمیگرده به مجموعه کانون. در مورد آقای مختاری هم من اطلاع ندارم که ایشون آیا اون دوره کوتاهی که همکاری، یعنی قبول داشتن نه همکاری، نظرات بخشی از سازمان اکثریت رو در همون سال 60 بعدش چه برخوردی با مسئله داشتن، ولی میدونم که همون موقع هم ایشون دستگیر شده بودن و در زندان بودن. اجازه بدین من یه نکته رو اینجا در پرانتز بگم. آقای محمود دولت آبادی نویسنده بسیار خوبه زمانه ما، من کاری به عقیده سیاسیش ندارم، یک نویسنده بسیار خوبی است و ایشون در دوره جوانی ما با ما کار تئاتر انجام میدادن و از بازیگران تئاتر بودن. البته من و ایشون با هم در هیچ نمایشنامه بازی نکردیم، ولی در وزارت فرهنگ و هنر، اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر، ایشان جزو کسانی بودن که کار تئاتر انجام میدادن و همیشه یادشو گرامی میدارم و من به عقاید همه احترام میگذارم. ممنونم از لطفتون. با خطوط صحبت میکنم، کوتاه، وقتمون خیلی کمه. بفرمید، خواهش میکنم. درود به شما آقای پرویز کاردان و آقای دکتر مسعود نوغه‌کار. بفرمید. من واقعا از شما سپاسگزارم که بهترین شخصیت ها رو تشریف میارن اینجا و در ضمن از روان آقای دکتر فروهر شاد و ما همه اشتباه کردیم، گذشته ها رو صلوات. حالا باید ملت ایران از آقای دکتر سوال میکنم چه باید بکنن که این رژیم سرنگون بشه؟ یه رفت تاج و رفت تخت و رفت مرد باقبان، زحمت رنگ نکش از ریشی کندن این درخت.
یا مغول کش سوتگندر سوزند تازی بود زهی سقاوت ملا که از یکتا کرد. سپاس خوزرم. خواهش میکنم. مرسی. خیلی کوتاه. بفرمایید آقای دکتر. بله، این چه باید کرد که به هر حال پاسخی است که یعنی پاسخ به این چه باید کرد. خب بارها راجبش صحبت شده، گفته شده. به هر حال من درست کارم نسخه پیچیدم بوده، ولی این تبحر رو ندارم که در مورد یک همچین مقوله پیچیده‌ای نسخه‌ای بپیچم. تنها بارها گفتم که مردم میهن ما تو این 100 ساله اخیر نشون دادن که ستمگری رو تحمل نکردن و نمی‌کنن. دو رخداد بزرگ و ده‌ها جنبش کوچک سیاسی اجتماعی در همین 100 سال اخیر در جامعه ما اتفاق افتاده و همه خواستایی هم که مطرح شده در رابطه باهاش حول و حوش آزادی و به هر حال آزادی در همه حوزه ها، استقلال، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بوده. بنابراین باید خوشبین بود. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که یکی از کارهایی که امشب تو این پرسش و پاسخ بود زیاد نکنیم، یعنی دنبال این نگردیم که در واقع افتراها و مشکلات گذشته رو برجسته بکنیم و آنچه که در گذشته اتفاق افتاده. اگر قرار بشه که همین کار رو انجام بدیم و اون خطاها و اشتباهها رو این نبشه قرار بله. اجازه بدید مثل این که مشکلی در کار اسکایپشون هست، من یه نکته رو میخوام توضیح بدم در مورد مطلبی رو که خودم عنوان کردم در مورد کسانی که در حصر خانگی هستن. من خیال میکنم جوانها و به ویژه دانشجوها و کسانی که درس میخونن و دلشون میخواد اعتراض بکنن و برای اعتراضشون باید یک بهانه ای داشته باشن. امروزه در ایران هیچ جوانی در دانشگاه نمیتونه بیاد راجع به این که مثلا ما آزادی نداریم، حقوق بشر رعایت نمیشه، یا احتمالاً یکی از رهبران مخالف ها که در خارج از کشور هست نام ببره. اما یک جایی رو براش درست کردن به نام حصر خانگی که میتونه به حصر خانگی موسوی و کروبی و غیره اعتراض بکنه و بی ضرر هم هست و این فریاد اعتراضشون است. نکته که میخواستم بگم آقای دکتر عزیز همین بود. خیلی متشکرم. و اینطوری بود. خب خطوط اون همه اشغاله و فقط یک خط رو من جواب میدم و دیگه متاسفانه وقت دیگه نداریم. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. بفرمید. خواهش میکنم. الو. بفرمید. خواهش میکنم. آقای پرویز کاردان، خیلی ممنون از برنامه خیلی خیلی خوبه. یکم بلندتر صحبت بکنیم. بفرمایید. از برنامه خیلی خوبتون من واقعا لذت میبرم. ممنونم از این برنامه هاتون. من یه سوال داشتم، میخواستم از مهمان گرامیتون و خودتون که خیلی من شما رو دو حضور رو خیلی قبول دارم، میخوام ببینم چجوریه که در ایران یه شخصیتی که سالها برای جمهوری اسلامی کار کرده و بر ضد ملت ایران بوده، یه دفعه چطور میشه که عقیدش عوض میشه و در ایران میمونه و میاد با این تلویزیونای سیاسی صحبت میکنه و از جمهوری اسلامی ایراد میگیره، در صورت که در جمهوری اسلامی جای نفس کشیدن نیست، کسی نفس بکشه یا اعدامه یا تو زندانه یا به قول شما حبس خانگی. من همین سوال رو از یکی آقایی کردم به اسم آقای نوریزاد، وقتی در برنامه آریا داشتن صحبت میکردن، گفتن من یه دفعه تو خیابون بودم یه چیز به سرم خورد، پشیمون شدم از کار خودم. مگه میشه همچی چیزی؟ یعنی به نظر شما این چه چیزی به هست؟ آیا چجوری آدم میشه به این تلویزیون سیاسی اطمینان کنه که واقعا اینا آدمایی هستن که به نفع ملت ایران دارن کار میکنن یا دارن ملت ایران رو سرگرم میکنن؟ به نظر من این حکومت اینا رو میفرسته که مردم ایجاد سیاست مدارا رو سرگرم کنه، یه طوری از راه رو بیراه بکنه.
اجازه بفرمایید که چون وقتمون دیگه تموم شد راجع به این موضوع اولا اگر در مورد من میفرمایید که من 37 سال 38 سال از انقلاب از مملکتم دور هستم و اینجا در خدمت شما هستم. آقای نقره‌کار هم اگر با این آثاری رو که به چاپ رسوندن دو ورقش رو اگر جمهوری اسلامی بخواد در موردش بیاد محاکمه انجام بده خدایی نکرده باید جانشون رو از دست بدن. آقای نقره‌خای عزیز فقط چند ثانیه وقت داریم، نکته هست بفرمایید. ممنونم از لطفتون. من میخوام بگم تجربه به ما نشون داده یک کمی در این قضاوت ها، من ضمن احترام به نظر این خانم، یک کمی در این قضاوت ها این شکلیمون دقت داشته باشیم. ما موقعی که سعیدی سیرجانی، محمد مختاری زنده بودن، اومدن در خارج کشور برای شعرخوانی، خیلی ها سعی کردن جلسه سیرجانی رو به هم بزنن. بله. و خیلی ها در جلسه محمد مختاری سعی کردن که ایجاد تشنج بکنن، حتی در برنامه های کنسرت آقای شجریان، چون همه اینها رو به عنوان در واقع سخنگویان یا سفیران فرهنگی حکومت اسلامی معرفی می کردن برخی از دوستان. من فکر کنم یک کمی در این قضاوت ها باید دقت کرد و حکومت اسلامی هم در واقع زرنگ هست، سعی میکنه که از بعضی مواقع استفاده هایی ببره از پاره ای از این رخدادها و این اتفاقایی که شما مثال زدید، ولی نباید باعث بشه خود اون شخص و تلاش هایی که میکنه خیلی سریع راجبش قضاوت بشه. ممنونم از لطف و محبتتون. آقای دکتر نقره‌کار عزیز، همیشه از حضورتون استفاده میکنیم و احترام ویژه‌ای برای شما دارم و امیدوارم که باز هم این دعوت شخص من رو و تلویزیون اندیشه رو قبول بکنید و از حضورتون استفاده بکنیم. و با تشکر از دوستانمون که به این برنامه توجه کردن، آقای پیمان در اتاق کنترل و دوستان عزیزی که روی خط بودن و متاسفانه نتونستیم از بیاناتشون استفاده بکنیم، با شما بدرود میگم و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم.